بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. السلام علیک یا ابو عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، که به حقیقت ای امام فضایی رو برای ما در اون سیاه زمانه یزیدی فراهم کردی که همه یأس‌ها تبدیل به امید شد و جهان اسلام باز باور کرد که می تواند بماند. به همین جهت بعد از 40 روز که از فضای شهادت شما ای امام المعصوم گذشت، نه تنها ما قدرت دروغین یزید را باور نکردیم که در زیارت 40مان ترنم فهم نهضت شما را سر می دهیم که اللهم انی اشهد انه بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. خدایا ما شهادت می دهیم که یزید دروغ گفت و دروغ پردازان دروغ گفتند. ما شهادت می دهیم که حسین در شرایطی بود که بذل محجته فیک، خون جانش را در راه تو ریخ، نه یاغی بود نه خارجی بود بلکه قبلش تو بودی. لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای این که بنده های تو را در این راستا از جهالت‌های فرهنگ یزیدی و سرگردانی‌های اون نظام آزاد کند. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. اگر فرمودن زیارت عاشورا، زیارت 40 نشانه ایمان است، به جهت آن است که مؤمنین در فضای یزیدی مقصد رو گم نمی کنند. ائمه ما همه تلاششون این بود که فضای فتنه را خاموش کنند تا دین بماند. در فضای فتنه اون چه گم می شود حقیقت دین است. و اینه که حضرت در خطبه 1 می فرمان اون وقتی که فتنه حکومت کند، اون چه که له می شود انسانها هستند و شیطان است که میدانداری می کند. و در این شرایط انسانها سرگردانند، فهم فیها طائمون حائرون جاهلون مفتونون. در شرایط فتنه که شرایط پشت به قرآن و تقواست، در این شرایط انسانها سرگردانند، اصلا نمیدونن چه کار کنن،
جو میگیردشون، تبلیغات زده میشن، جاهلون مفتونون، شیفتگی های کاذب پیدا میکنن. اون وقت در حالی که اصلا حق نیست که این کارا بکنن. فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین شرایطن از نظر امکانات داخلی. فی خیر دار، فی خیر دارن، از نظر امکانات داخلی بسیار شرایط برای اینکه از این خطر نجات پیدا کنن زیاده، و شر جیران، و در شرایطی که دشمنان بسیار خطرناک اطرافشون رو گرفته است. یعنی عاقلانه ترین کار اینه که از امکانات فرهنگی، الهی و معنوی داخلی استفاده کنن تا از فتنه نجات پیدا کنن. بعد حضرت می فرماد که اگر فتنه حاکم شد، اگر حق گم شد، اگر به قرآن و تقوا پشت شد، دیگه هیچ کس در اون کشور راحتی ندارد. نومهم سهو و کهلهم دمو، خوابشان بیخوابیست، خواب نمتونن برن، همواره در استرابن. و کهلهم دمو، سرمه چشمشون اشک است، همواره مصیبتی، خطری، آشفتگی، قتلی، قربانی. میفرمان وقتی که شیطان حاکم شد در شرایط فتنه، اینجور نیست که فقط رقیب میشکنه، همه چشمشان به عشق سرمه شده است و خواب برای اینها دیگه حرام شده است، نمتونه حتی یه لحظه آرامش داشته باشه. بردن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، در زمینی و زمینه ای و شرایطی قرار میگیرن که عالمان در اون شرایط دیگه حرف نمیتونن بزنن. ملجم خیلی معنی داره. حالا انشاءالله عزیزان باید التفات داشته باشن به ما، کمک کنم جلسه ما را حالت درسی بهش بدن، چه یه جا خلوت آروم، یه گوشه‌ای که ما خیلی هم خودمون راحت آروم فکر کنیم، همم که بقیه شرایط فکر کردن داشته باشن. حالت سخنرانی آخرش ملجم، دهن ما را میبنده. سخنرانی مال وقتی است که بخوایم تحریک کنیم عواطفا. ما میخوایم که انشاءالله به مدد اهل البیت، به نور امیرالمومنین، اندیشه هامون رو به این خانواده نزدیک کنیم انشاءالله. انشاءالله بعدن رو این خیلی حرف باید بزنیم که ای امیرالمومنین، چی فرمودی که فرمودی زمان و زمینه ای فراهم می شود که عالمان نمتونن حرف بزنن؟ یعنی چه؟ یعنی مثلا خفقان میشه، شاید یه معناش این باشه، ولی حتما این معنا نیست. دقت کنی وقتی که روح زمان روح نفهمیدن شد، حالا عالمان حرفم بزنن چی میشه؟ بازم معنی حرفی نیست. اون وقتی که اندیشه ها آشوب زدن، اصلا گوش شنوایی نمیموند که علما یه واقعی دین اینجا سخن بگن، اصلا زمینه برای سخن گفتن نیست. و عکسش، و جاهلها مکرم، در شرایط فتنه پستها، سطحیها، اندیشه های سخیف، بینش های مرده، اینها ارزشمند میشن.
این بسیار نکته داره. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که انشاءالله یه صلوات بفرستیم. خواهش میکنم، خدا قوتتون بده دیگه، شما که دست به خیر. میفرماد که اگر بدنتون میلرزد از این که شرایطی فراهم بشه که حق گم بشه، پس باید یه کاری کنید فتنه جان نگیرد. شما اون برای قضیه را خیلی فکر کنید، اگر فتنه جان گرفت که نمیگن این رو بی محلی کنیم این رو با محلی، اصلا روح حقیقت میمیره. اینه که نگاه اهل البیت سلام الله علیهم در شرایط فتنه اینه که این فتنه بمیرد. من نمونه هایی میارم چون مناسبت هم دارد که ببینید سوز اهل البیت سلام الله علیهم در کشتن فتنه چطوریست. حالا یه نمونش روش ابا عبدالله هست و زهر پیش از ظهر عاشورا. خوب دقت کنید، اگه فرصت بشه من دو تا خطبه حضرت را با این نگاه یک کمی میخونم، التفات بفرمایید. چی شده از که حسین علیه السلام اینقدر تلاش میکنه مسئله روشن بشه؟ اگه مسئله روشن نشه چه حسین پیروز بشه چه شکست بخوره چه فرقی میکنه؟ اون چه مهم است نیست که حق دیگه در جایگاه خودش نیست، دیگه اسلام نمیمونه. اسلام در مردن فتنه میمانه، اسلام در شرایطی که اندیشه ها بارور باشن میماند. اندیشه ها امکان تعالی نداشته باشن، قلب انسانها مال و مال از تشویش و کینه باشد، چه شما حاکم باشین چه شما شکست بخورید فرقی نمی کنه. حضرت می دونین که سه تا سخنرانی ظهر عاشورا پیش از ظهر تا ظهر عاشورا دارن، عجیب است، آدم اصلا باورش نمیاد ظهر عاشورا اینجوری حرف زدن چه فرهنگی است. جملهشون را یک کمی با هم بخونیم. میفرمان ای مردم به سخنم گوش دهید و عجله نکنید تا نصیحتی که به عهده من است نسبت به شما به شما اون نصیحت را بکنم، و تا دلیل آمدنم به سوی شما رو بازگویم. یادتون باشه شب قبلش هم گفتن فردا هممون کشته میشه، یعنی چی؟ خیلی کربلا فهمش پیچیده است. اگر عذرم را پذیرفتی و قولم را تصدیق کردی و با من از در انصاف در آمدین که جای جنگیدن با من نمی ماند. حسین ابا عبدالله وقتی که با حر روبرو شدن، حر گفت می ترسم کشته بشین. گفتن مادرت به عزایت، منو از مرگ می ترسونی. حسینی که در مدینه نه در مکه فرمود هر کس با ما بیاید کشته می شود و هر کس نیاید ظفر نمی یابد، در مدینه در ماه رجب، حالا ماه محرم، اینو حسین داره نصیحت میکنه. چی کار داره حضرت میکنه؟ آیا جز این است که میخواد تخم فتنه
بسوزد. دقت کنید، این خیلی بالاتر از این است که حسین بخواد چهار تا آدم برگردن به جبهه حسین. درسته برگشتن، خب اونام کشته شدن. یه چیزی در تاریخ موند که اون اسلامو زنده کرد، حسین علیه السلام فضای فتنه را کشت. خیلی آقا سخته، به خدا سخت نیست که من بگم خدا یزید و لعنت کنه، پدرشم لعنت کنه، بعدم واسم و بگم بکشیدم و کشته بشم. این که سخت نی، اینا سخته. ظهر عاشورا فتنه را در تاریخ اسلام کشتن بسیار کار سختی است. جملات را ببینیم. اگر عذرم را پذیرفتید و قولم را تصدیق کردید و با من از در انصاف در آمدید که جای جنگیدن با من نمی ماند. اگه اینا یکی مثل من معلم دینی ترسویی که نه جنگی کردم نه جنگی بلدم بگه، میگه خب بیچاره میخواد یه جوری از شر حادثه راحت بشه. اینا کسی میگه که دشمن میگه وقتی شمشیر کشید با اون زخمها سه بار لشکر عقب نشینی کردن، بعد از اونا بعد عمر صد گفت بابا این پسر قاتل عرب از همه تون بهش حمله کنی. یه کسی داره این حرفا میزنه که خیلی کس هست. و اگر نه، اگه من بی خود میگم هرچه میخواهید بکنید که ولی من خداست. بعد امام فرمودن ای بندگان خدا تقوا پیشه کنی. وسط عاشورا همه اسلحه، خود حضرت، فقط یادتون باشه حضرت عجیبه عمامه و عبا دارن، یعنی لباس رز نپوشیدن و با شتر هم اومدن، یعنی دقیقا شرایط صلح. ای بندگان خدا تقوا پیشه کنید و از دنیا حذر داشته باشید که خدا دنیا را برای رفتن آفرید، تا شادیش غم است و خانه موقتی است و بهترین توشه برای آخرت تقواست. تقوا پیشه کنی شاید رستگار شوی. شما رو ببینید چی دارم دقیقا بحث میکنم. ای کاش یه فرصتی میشد که نه اینجوری قشنگ دونه دونه جملای امام ما بحث کنیم، اون وقت درس بگیریم. الانه من نمیخوام اون بحث رو بکنم، من میخوام فضا رو بگم که انگیزه فرمایشات حضرت روشن بشه. این خودش یه خطبه بسیار عمیق عالمان است. بدبخت آن کسی که شیفته دنیا میشود. بعد میگن میبینم که جمع شده بید بر امری که خدا نسبت به آن به شما خشم خواهد کرد و وجه کریمش را از شما برخواهد تاباند و عذابش را به شما وارد خواهد کرد. چه خوب از پروردگار ما و چه بد بنده هایی هستید شما. به طاعت او اقرار می کنید و به رسول او ایمان می آورید، سپس به خانواده او جورش می آورید و می خواهید آنها را بکشید. به واقع شیطان بر شما چیره شده و یاد خدا از ذهن شما رفته است. هلاکت بر شما با، اینجا هلاکت بر شما با یعنی بدبخت میشید این کارو میکنید. هلاکت بر شما با یاد نسبت به آنچه اراده کرده اید. انا لله و انا الیه راجعون. این قوم کسانی هستند که بعد از ایمان کافر شدند. بعد باز ادامه میدن ای مردم توجه کنید به نسب من و بعد به خود رجوع کنید. آیا کشتن من و حدک حرمت من برای شما حلال است؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما و فرزند وصی شما و نیستم؟ آیا من عمویم یعنی عمزه سید الشهدا نیست؟ آیا من جعفر طیار عمویم نیست؟ آیا این سخن رسول خدا را به شما نرسید است که من و برادرم دو سرور از جوانان بهشتیم؟ شما ببینید اینا عرض منه با چرا امام اینجوری حرف میزنه. این مهمتر از این است که چی گفتن، اون بحثش بعده. فضا را باید بشکند تا حسین بتونه اسلام را حفظ کند. خودتونم میدونید از کدام در ماه محرم مسئول
دیانت اهل سنت در پاکستان همین امسال گفت حسین اسلام را زنده کرد، نه شیعه را، اهل سنت نه شیعه. مسئول امور دین اهل سنت در پاکستان، واقعا این مهمه که یکی از کارهای اهل البیت این بود که جو فتنه بشکنه، وگرنه حالا بعدن میرسیم، وگرنه نمیشه اصلا دینا گفت. شما معطل چی باید باشید؟ معطل این که دین بماند تا همه چی بماند. خطبه دومم یک کم بخونم چیگه، تو خطبه دوم علنا میگن آقا در فتنه اید. خطبه دوم این است دیگه، راوی میگه که چون دو سپاه رو در روی هم قرار گرفتن و تبل و شیپور لشکر عمر سعد بلند شد و دور خیمه های امام را گرفتن، امام از میان لشکر خود بیرون آمدند و در برابر صفوف دشمن قرار گرفتند. امام از آنها خواستند سکوت کنید، شلوغ میکردند، فرمودند ویلکم ما علیکم ان تنستو الی فتمسعو قولی انما ادعوکم الی سبیل الرشاد. وای بر شما، چرا گوش نمیدید؟ من میخوام بر شما حرف بزنم. انما می فرمان که انما ادعوکم الی سبیل الرشاد فمن اطاعنی کان من المرشدین و من عصانی کان من المهلکین. چتونه من دارم با شما حرف میزنم، هر که حرف منو گوش بده هدایت میشه، هر که حرف منو گوش نده بدبخت میشه. بعد شروع کردن صحبت کردن که آخه گوش بدید به حرف من، خیلی شلوغ میکردن. راوی میگه که خود لشکریان عمر سعد دیگه با هم دعوا کردن که آخه گوش بده ببینیم چی میگه. فرمودن تبن لکم ایتو حد جماعه، بدبخ میشید ای جماعت. و ترهن افهینه، آیا خم چرا جمله این است، و ترهن غم بر شما با، چرا ما را شما دعوت کردین با خوشحالی، حالا نخونیم چیزشا، بعدم ما اومدیم به طرف شما، بعد حالا که اومدیم سللتم علینا سیفن فی رقابنا، شمشیرتون رو کشید سر ما رو ببرید. خب آدم یادتون باشه چی طوری داره حضرت حرف میزنه که اصلا انگیزه هاتون از بین باید بره. این چه انگیزه هاییست؟ عمده هنر ما اینست که اینا در بحثای کربلا مبارزه با فوتی ها عرض کردن، هنر حسینیست که انگیزه های دشمن را خاموش کنیم. کاری ندارد که دشمن لج بازش کنیم که فکر کنه دارد کاری حسابی میکنه که ما رو بکشه. هنر اینه که یه کاری کنیم که بفهمه بی حساب از کارش. این خیلی سخت است. خود امام رحمت الله علیه در جنگ ما ببینین یه کاری کردن که انگیزه دشمن از بین رفت. دشمن میدونست که با خباستهاش اومده است. شما براتون خیلی این سوال مهمی باشه، در اون بحثای قدیم دو سال پیش یا یک سال پیش بحث کردیم که چرا امام حسین اصلا به حور میگن خب میخواین برگردی؟ امام در مکه میفرمان که ما میخواین بریم دین جدمون رو احیا کنیم، اصلا بحث برگشتن نیست. امام وقتی مسلم ابن عقیل در منزل زباله بهشون خبر میرسه که آقا کشتن مسلم را، خب امام که میدونستن دیگه کوفه دست شیعه و نیست، یه چیزی دیگه پشت قضیه خوابیده است. امام نیومدن. اما چرا به هور میگن که خب میخوای برگرد؟ خب یا ابا ابن رسول الله، خب میخواستین در منزله زباله برگردین که گفتن آقا دیگه تمامه. قصه آقا اینا نیست، خدا میدونه در کربلا، کربلا به اندازه همه بشریت حرف داره، حرف بلند، خیلی بلند. خب نمونهش اینجا دارن میگن انگیزه تعصب آمیز دشمن اگر نمیرد اسلام میمیرد. باید دشمن بفهمه که بی خود است. رقیب ما باید خبیث‌ترین آدم ها باشن، نه خود مسلمان ها بتونه هم بپرن. به فرمایش استاد عزیزمون، استاد هممون، اینه اون جلسه هم تکرار کردم،
آیت الله جوادی میفرمودن دشمنی را بین خودتون بکشید. ببینید حسین داره همین کار میکنه، یعنی نه دشمن شید، دشمن بیرون را بکشید، اما دشمنی را بین خودتون بکشید. اینجا حضرت میفرمان چی کار دارید میکنید؟ سللتم علینا سیفا فی رقابنا، شمشیره دونه کشتن سر ما را ببارید. بعد میفرمان که آیا و حششتم علینا نار الفتن التی جناها عدو بکن، آتشی که دشمن برافروخته است شما این آتش رو شعله ور میکنید به ضد ما. ببینید جمله را، نار الفتن التی جناها عدو بکن و عدو بکن و بدبختا، حال تعبیر من از امام از این حرف هم نمیزنه، می فرمان شعله ور کردین علینا بر ضد ما نار الفتن، آتشی که جناها شعله ور کرده است، دشمن شما دشمن ما. یعنی حضرت کوفیا را دشمن خودشون نمیدونن، کوفیای احمق دیوانه شمشیر کشیدن همینا هم امامو کشتن، بازم امام اینا را دشمن خودشون نمیدونن. این چه نگاهی است؟ فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَى أَوْلِيَائِكُمْ وَيَدًا عَلَيْهِمْ، شما میخواین دوستانتون رو بکشید و دستی شدید، یدن علیهم دستی شدید به ضد دوستانتون، لِأَعْدَائِكُمْ و به نفع دشمنانتون، بِغَيْرِ عَدْلٍ أَفْشَاهُ فِيكُمْ، بدون اینکه حقی باشه تو قضیه. بعد شروع میکنن ایناش عجیبه، عجیبه که حضرت چرا تو هر خطبه آخه پیش از ظهر عاشورا آتش جنگ همه را گرفته از فضای اینجوری، چرا حضرت اینجوری حرف میزنه؟ عرض کردم مفصلشه که انشاءالله خیلی حوصله میخواد. من اگه حوصله خودم بود، شما دیدیم که ما تو بحث نهج البلاغه خیلی حوصله باید به خرج بدیم. به دوستانم عرض کردم بحث نهج البلاغه خیلی روح باید آماده باشه، برای همین هم اگه روح آماده باشه صد سطرش چش کار دارد ما گاهی شده مثلا یه جمله یه حضرت رو سه جلسه بحث میکنه، چون من که دلم زوش نمیزنه. به دوستان دانشجو میگم دانشگاه که میگه آقا 17 جلسه یا 16 جلسه باید درس رو تمام کنی، برای همین هم هیچ وقت هیچ کی چیزی یاد نمیگیره. اما اینجا که ما اینجور نیستیم، ما اینجا اومدیم تلاش کنیم نو حرف بزنیم تا نور اهل البیت در جلسه جاری بشه، حرف ما که کار ازش نمیاد. میخوام عرض کنم این دوتا نکته، حالا نکته سومش خطبه سومش دیگه بحث دیگه یه سو اونم خیلی عجیبه. تو خطبه سوم میدونین که عمر صدر را میخوان میگن میخوایی ما رو بکشی؟ فقط چرا میخوایی ما رو بکشی؟ یعنی اصلا میگن مرد حسابی، آخه تو یه خود فکر کن انگیزه یه کشتن ما از کجا آوردی؟ چه حجتی داری؟ همه تلاش امام این بود که فتنه را خوابونه. درسته امام کشته شدن، ولی شما قبول دارید که این فتنه خوابوندن بود که خود قاتلان حسین بعد همه پشیمان بودن. کسی را داریم که گریه میکرد، چه میگفت چه غلطی که همشون تقریبا فضایی که بعد از شهادت حسین علیه السلام جهان اسلام را گرفت، شما میدونید دیگه نمیخوام این بحثا بکنم، نمیخوام تاریخ کربلا را بگم، میخوام بگم چه شد که دشمن انگیزش مرد. این هنر است، چه شد که دشمن انگیزش مرد. اگر برسید به این که در جو فتنه هیچ کس به کام خودش نخواهد رسید، اولین باید برادر هاش. حضرت در خطبه دوم خیلی حرف زدند، میفرمان در شرایط فتنه همه لگد مال شیطان میشن. یادتون باشه دیگه، من تکرار نکنم، و تحت هم به ازلاف ها، با سمهای شیطان همه پایمال میشن در شرایط فتنه. حالا که عمق فتنه را میشناسید، فتنه کشی باید پیشه کنید. حالا یخده اینجا حرف داریم، هنوز حرفمون را نمیتونیم بزنیم،
چون صحبت امام را کم وقت گذاشته امروز. ببینین دوباره من این آخریش را دوباره میگم، میفرماند که در شرایط فتنه اندیشه میرد، اندیشمندان نمیتونن حرف بزنن. حالا من یه مثال ساده میزنم، اگه که مثلا علی که بنده اینجا نشستم تو شرایط فتنه چیه، مثلا من میشم یه طرف، مثلا اونور محله یا میشم یه طرف، هر چی من بگم شما میگید با اونه، با اصلا هیچ وقت حرف منه دیگه شما میتونید گوش بدید، دیگه نمیتونید گوش بدید. اونا چی؟ اونا هم بیچاره اگه مثلا بخوان یه حرف بزنن میگن با اونا سال، اصلا دیگه کسی حرف کسی را گوش نمید. بابا هر چی میگن بابا گوش بدید، ما چیکار کنیم به اینا؟ اون دیگه کس گوش نمید. میادم تو جلسه میگه بیان بشین تو جلسه، تا اونوریا دهنشون سرویس شه. اصلا کسی دیگه ندوم، حق گم میشه، فضای حق نه. حالا سب کن، حالا بعد از 5 سال اگر که 5 سال همه اینا فکرشون این باشه که دهن اونا رو سرویس کنه، هم نمازم که میخوام میگم بیان نماز جماعت شلوغ رو همه محکم دن یا نخوندم، پس نماز کسی نخون. خب به من بگونم اگه کسی ملتی که 5 سال نماز نخونه قلبش میمیرد یا نمیمیرد؟ دیگه این اصلا مرده است. اگه انگیزه دینداری ما رقابت‌های وهمی شد، دین کی به ما نور میده؟ بعد از 5 سال ما میمیریم. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، یه کتاب بسیار بسیار خوبی دارن اینشون دارن، من خواهش میکنم این کتاب را گیر بیارید بخوان، به نام معنویت تشیع، آلیس آلیس. ایشون میفرمان جوی که این خلفا ساختن اگه اهل البیت نبود خلاص بود، خدا میدوند اسلام. میفرمان جوی که این خلفا ساختن طوری شد که یه مرتبه بعد از 7-8-10 سال ملت اسلام متوجه شد تمام است، هیچی نداره. این که برگشتن دوباره به ائمه، این که شما میبینید خلیفه عباسی مجبور میشه امام رضا رو ولی عهد کنه برای اینکه ملت اسلام برگشتن به اهل البیت. فکر نکنید شیعه با برگشتن به اهل البیت، کی همچین چیزی تاریخ میگه؟ خدا میدونه ائمه یه کاری میکردن حتی شیعه و سنی نباشه تو جامعه. شما حالا ببینید، همین حالا که من و شما اینجا نشستیم، اهل سنت دانشمندانشون افتخار میکنن به امیرالمومنین یا به خلیفه اول، به خود امیرالمومنین. تمام دانشمندان، دانشمند غیر یه کسی هست که یه خود فقه حنفی خونده است، اونا رو که ما دانشمند نمیدونیم، دانشمندان اهل سنت همشون افتخار میکنن به امیرالمومنین. من چقدر برادون که همین کتاب خیلی خوبی که یک سال الان اومده است تو بازار، ترجمه شده است به نام خواستگاه ولایت، دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود سنی نوشته است، خیلی هم کتاب خوبیه. جمله اولش اینه، میگه من این کت من سنی این کتاب را راجع به امیرالمومنین نوشتم که سنیا بی خود تعصب نورزند، شیعوان بفهمند که سنیا ارادت دارند به امیرالمومنین. کم نداریم از این حرف. امیرالمومنین کاری کردند که اهل سنت غیر شیعه نتوند عشق نورزد. ببینی این هنره با اهل سنت غیر شیعه هم قبول دارین نمیتونه عشق نورزه. اینا میگن یعنی خونسا شد جو خلیفه اول دوم و سوم. خلیفه اول دوم و سوم انگیزه شون کشتن فتنه نبود، ایجاد فتنه بود. جاش بحثش اینجا نیست، ما هم نمیخوام دوباره یه فتنه درست کنیم، اما چون فتنه درست نکردن غیر اینه که بصیرت ها را کشتن. ما که نمیتونیم بصیر نباشیم، هر کس نفهمه جریان خلیفه اول و دوم و سوم را کوره، هر کس نفهمه. حالا من یه جمله یادداشت کردم بعد عرض میکنم. من عرضم تو این فضای خطبه یک اینه که عزیزان به اهل البیت باید اقتدا کرد تا نور اهل البیت در جامعه بماند. برای اینکه نور اهل البیت بماند باید یه کاری کنیم که عالم دین ملجم نباشد. من سوالم اینه چی کار کنیم؟ ملجم میدونی دیگه، یعنی
لگام خورده باشه. لگام و لجام یکی است، یکیش عربی است یکیش فارسی. اصلا این لغت فارسی بوده رفته است تو عربا. وقت عربا چون لگام نداشتن جه جاش گذاشتن. میگه که چه کار کنیم که علمای دین فضای سخنشون و هدایتشون از بین نره. عکسش، شما بدنتون نمیلرزد که بی بوته ها بی سواد ها سبکان میدان دار جامعه بشن. راهش فتنه کشیست. وقت برای فتنه کشی چند گروه اصلا نمیخوان فتنه کشته شد. یکی آدم های بی سواد. اگه فتنه کشته شد خب معلوم میشد اینا بی سواد. یکی منافقا. منافقا اصلا نمیخواد فتنه کشته بشه چون معلومه شد اینا دروغ میگن. و برعکس دلسوزان دین دائم تلاش میکنن از حق خودشون کتابی ها میگن آقا پشت سر من گفتم. طور نیست. امام فرمود آقا هر چی پشت سر من گفتم باشه بگم، من کار ندارم. چرا؟ چون علمای دین دلسوزان دین میخوان حق بماند نه خودشون. یاد داشتم و التفات بفرماد اصل بحث پس روشن شد. نگرانی این که عالمان، البته عالمان تو نهج البلاغه خیلی وقته، یعنی خود ائمه، حالا بعدم میرسیم، یعنی نگران این که فرهنگ ائمه خاموش بشید. خب این نگرانی خیلی نگران است. نگران این که شما میرین طرفی اصلا نه ارزشی داره نه حق میشناسه اینا میداندار جامعه بشن، نمیدونین چقدر خطرناکه. حالا من این جمله رو میخونم شما ببینین جنبندی درستیه نه. ائمه، ائمه خدا به آتش فتنه دامن زدن یا سعی کردن آن را خاموش کنن. خیلی عجیب. داستان امام صادق با خلفای عباسه انشالله برسید مطالعه کنید. حضرت دیدن که جو عجیبی است، یه وصیت دارن، گوش بدین ببینید این وصیت چی میگه. فرمودن که خب جو ما میخواستن آقا جنگ درست نکنن، چون خلیفه اگه وصی امامو میشناخت میکش. امام یکی از وصیهاشون خود خلیفه قرار داد. خب آخه کسی که به یکی از وصیاشون زنشون قرار دادن، یکشونم یه پسر داشتن که یه خورده ناقص الخلقه بود. نتیجه چیه؟ که خلیفه هیچ کاری نتونه بکنه، چون دستور داده بود وصی امام صادق رو بکشن. حالا کی رو برن بکشن؟ خودش رو بکشه؟ زن امام صادق؟ نمیذاشتن. همه شیعه عوام که میدونستن که نایب امام کی است، وصی امام کی، ولی یه کاری میکردن که جامعه آرام بشه تا بتونن که رسوا کنن حکومت عباسی رو. همه امام همینطور بودن. حکومت عباسی هم تمام تلاشش این است که یه جنگ درست کنه تا امام گم بشه. وقتی متوجه باشیم که در فتنه اسلام حد میشود، متوجه میشیم که باید فتنه را به خوابانی، و این خیلی کار سختی. بهترین شرایط برای منافقان که میخواهند ظاهر دیندارانه که ظاهر دیندارانه یه دین بماند و حقیقت دین نماند فتنه است. یه تحقیق بسیار خوب آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه دارن. من خواهش می‌کنم به این نکته ایشون گوش بدید ببینید قضیه چه چیزی بوده. ایشون میگن تا زمان پیامبر یکی از قوی ترین جبهه ها جبهه منافقین بود، دائم برای پیامبر زحمت درست کرد، این گوشه مدینه شلوغ میکرد، اون گوشه شهر اسلام شلوغ میکرد. بعد ایشون میگن به مجرد این که پیامبر فوت کردن، ما دیگه چیزی به نام جبهه منافقان و مزاحمت منافقان نمیبینیم. حالا ایشون سوال دارن، خیلی دقت کنیم، دانشمند اسلامی اینا میگن. ایشون میگه ما چند تا سوال داریم. یک،
این منافقا در جا همشون مؤمن شدن با فوت پیامبر، یعنی در زمان پیامبر مؤمن نشدن. این یک. همه از مدینه رفتن، اینم که معلومه نبودست. یا سه، اینا نظام به نفعشون تمام شد، پس دیگه در واقع همون که میخواستند شد. هنوزم حرف آقا تمام نیست. بعد میفرمان اینا کجا رفتن؟ گم شدن؟ یا اینا هم که شرایط طوری میکنن که یه جبهه‌ای درست کنن که خانه دختر پیامبر آتش زده بشه، فضا طوری بشه، فضا از این بدتر که پیامبر میفرمان آقا اهل البیت من را به فرمایش قرآن، صریح های قرآن است، مودت قربا، اگه قرآن گفته بود همه اهل البیت منو بکشین جز این میکردن که کردن، حالا کی کرد؟ اینجا سوال است. آیا در موتور این مسائل سیاسی یک جریان نفاق نخوابیده بود که میخواست این فضا از اون حالت آرامش و هدایت نبوی و علوی از بین بره؟ بهترین شرایط، جمله من اینه، برای مؤمنین که میخواهند دین بماند و برای ماندن دین قلب و فکر آرام نیاز است، عدم فتنه است. و عکسش، برای منافق بهترین شرایط فتنه است. همه مضطرب باشه، همه به هم گله‌مند باشه. اگر هر رقیبی که، حالا اینجا رو من خواهش بکنم دقت کنیم، دیگه بحث میمونه، بقیش مال بعد. ببینید اینجور که بنده نتیجه گرفتم درسته یا نه، دیگه خود دانی. اگر هر رقیبی که احتمال دوگانگی با ما دارد، دارد، بالاخره ما که هممون یه جور فکر نمی کنیم، اگر هر رقیبی که احتمال دوگانگی با ما دارد را با سنگ بیدینی ترد کنیم، فتنه را تشدید کرده ایم. و خودتون میدونید اگر فتنه تشدید شد دیگه اسلام نمیمونه، دیگه هیچی نمیمونه. آنی که نمیشد که با سنگ بیدینی ترد کنیم افراد را، ما باید برعکسش کنیم تا میتونیم دینداری افراد ببینیم و تقویت کنیم. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان خوبی افراد را ببینیم. خب مؤمنین، مؤمن تا میشد خوبیاش را ما باید ببینیم، بدیاش هم رد کنیم، هی پاک کنیم. عکسش که غلطه. حالا پس ما باید مشخص شد که آتش فتنه رو اگه میخواد اسلام بمونه، اگه میخواد انشاءالله شرایط بشه که حرف حق دونا بتونید بزنید، ائمه چه حضرت میفهمد تو این سینه پر حرف است، شرایطی که حرف حق بشه زد، اول کشتن فتنه است. هی حرف حقمون رو بگیم اما فتنه رو خاموش نکنیم. چی گوش میده؟ چی نتیجه میگیرد از حرف حق ما؟ عکسش، منافق تعمدن دوگانگی ها را ایجاد میکند تا فتنه بماند. نادان، حالا سومیش، ما انشاءالله نه ما منافقیم نه چیزی، اما این خطر ما داریم. نادان دامن میزند بدون آنی که بداند دارد ریشه دین را میزند. ما باید این سومی شاق میدار باشیم. حالا لااقل اگه خودمون نمیتونیم بنیاد کشتن فتنه را بگذاریم، که اون کار اهل البیت پیامبر است، باید یه شرایط فراهم کنیم که فتنه کشی نکنیم. جلسه آیندهش بیشتر باید حرف بزنیم که چطوری میشه فتنه کشی کرد انشاءالله. نسألو که و ندعو که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک،
ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازقنا حلاوة ذكره فلذت مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به عالم اسلام، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل